درود بر همگی شما. امروز در رابطه با جنبش سبز، جنبش دموکراسی خواهی مردم کشورمان، در رابطه با نقش ملیت‌های ایرانی، خلق‌های ایرانی و عموم مردم ایران سخنان زیادی بر سر زبان هاست. اجازه بدهید که در اینجا در مقام یک روزنامه‌نگار کرد در این رابطه به کوتاهی سخن بگویم. اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی، در یک مصاحبه ویژه از نخست وزیر وقت انگلستان وینستون چرچیل سوال میکنه: آقای نخست وزیر، لطفا به من توضیح بدین که چرا شما به اون بر اقیانوس هند میرین و هند شرقی را مستعمره میکنین، در حالی که بغل گوش خودتون ایرلند وجود داره و کشور انگلستان این همه مشکلات با ایرلند دارد. نخست وزیر وقت انگلستان چرچیل در جواب اوریانا چنین میگوید: میگوید ما برای دستیابی به چنین هدفی به دو ابزار اساسی نیاز داریم، ابزاری که در ایرلند وجود نداشت. پاسخ چرچیل این بود: در هند اکثریت نادان و اقلیت خائن وجود داشت و این ابزار خوبی برای مستعمره آن کشور بود، ولی امروز اگر به روند 30 سال گذشته جمهوری اسلامی نگاهی بیفتنیم، میبینیم که بعد از انقلاب مشروطیت در 1906 و صنعت ملی کردن نفت در سال 1950 و رویدادهای 15 خرداد 1342، باید انقلاب اسلامی در سال 1979 یک انقلاب دموکراتی و مردمی می بود، در حالی که اگر شعار این بود که تا خود از اون سرزمین برود، متاسفانه عدم آگاهی های ما چه در زمینه های حقوق بشر و رعایت حقوق بشر تا اون در اون سرزمین بر سر کار آورد، تا اونی که 30 سال است تمام مردم ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن. چه خوب است که نسل جوان ما که موتور محرکه جنبش سبز بفهمد 30 سال پیش مردم کردستان در رفراندوم 12 فروردین سال 58 این رژیم شرکت نکردند و این زمین ساز فرمان جهاد خمینی در 28 مرداد ماه سال 58 بر علیه مردم کردستان بود. امروز اگر خواستار آنیم که جنبش سبز به جنبش عموم مردم سرزمین ما تبدیل شود و از پشتیبانی بی‌دریغ تمام خلق‌های تحت ستم در کشور ما بهره‌مند گردد، باید وسیع‌تر و با نگاهی بالاتر به تنوعات فرهنگی و ملی در سرزمین خودمون نگاه بکنیم. باید یک بار برای همیشه فهمید که تقسیم عادلانه ثروت و قدرت در ایران آینده رمز استحکام و حفظ تمامیت ارضی در اون سرزمین خواهد بود. تقسیم عادلانه قدرت و ثروتی که امروز ابرقدرت‌هایی چون کانادا و آمریکا و آلمان و فرانسه را به وجود آورده است. عینک‌هایی که بر اثر دروغ پردازی های جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است، لطفاً برداریم. کردها را بغل گوش خودمون در عراق مشاهده بکنیم. آنها پروسه های انفال 182 هزار نفره را طی کردند. در یک لحظه شهرشون زیر بمباران شیمیایی 5000 نفر جان با. ولی امروز کرد در کردستان عراق یک پایه مستحکم دموکراسی و تمامیت ارضی و دموکراسی طلبی و حقوق بشر و حقوق شهروندی در عراق. خلقهای تحت ستم ما در ایران، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، آذری‌ها و کردها میتونن چنین نقشی داشته باشن. عدم رعایت حقوق اونها و آپارتاید جنسی و مذهبی که جمهوری اسلامی ایران بر پا
کرده است. من میفهمم که حتی بدتر از آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی است. ما اگر کرد سیاه‌پوست بودیم و در آپارتاید نژادی آفریقا بودیم، از تمام حقوق شهروندی خود برخوردار بودیم. ولی امروز آپارتاید مذهبی ولایت فقیه، ببینید حتی شیعه که اگر دروزی ها باشن، خوارج باشن، هفت امامی و دوازده امامی باشن، از حقوق خودشون برخوردار نیستن. بذار سرتی پاسدار رحیمی هم باشن. و این یک حقیقت بدون استثنا. به امید این که ایران آینده ایران همگان باشد، با شرکت فعالانه همگان در قدرت سیاسی و در توسعه کشور، به امید آن روز.